به نام خدا. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون نگاه، امیدوار هستم که تا این لحظه برنامه نگاه را دنبال کرده باشید. موضوع بحث این هفته را یک موضوع اقتصادی قرار دادیم و در ارتباط با مسئله ترانزیت و همچنین ترانسپورت. با توجه به اینکه روز گذشته روز ملی ترانسپورت و ترانزیت در افغانستان بود، ما هم بهانه قرار دادیم این موضوع را و جمعی از مهمانان عزیز امروز گرده هم آوردیم تا اینکه بتانیم بیشتر در ارتباط با مسائل ترانزیتی و همچنین ترانسپورت افغانستان صحبت داشته باشیم. اما طور که شما اطلاع دارین، اهمیت گسترش ترانزیت و حمل و نقل افغانستان در بهبود و توسعه اقتصادی آسیای میانه، حمل و نقل و ارتباطات از مباحث کلیدی در تجارت بین المللی است. ارتباطات تجاری میان افغانستان از کشورهایی است که به لحاظ موقعیت جغرافیایی از مزیت عبور کالا یا ترانزیت بهره‌مند است و میتونه با گسترش شبکه حمل و نقل و ارتباط و ایجاد نظام حمل و نقل ایمن و مطمئن از این مزیت در راستای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت راهبردی و همچنین مسائل منطقه‌ای به نحو مطلوب استفاده بکنه. ما هم به خاطر که یک مقدار بیشتر واضح شنم این موضوع، مهمان عزیز رو داریم، همچنین جناب آقای عباس آین، رئیس هیئت عامل اتحادیه شرکت های ترانسپورتی و بارچلانی افغانستان یا افکو، و همچنین آقای توفیق داوری، مسئول اداره پالیسی و روابط دولتی اتاق تجارت و صنایع، و همچنین ننگیاله قلاتوال، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی رو امروز با خود داریم. من ضمن خوش آمدید خدمت شما مهمانان عزیز، ابتدا میخواییم که یک تعریف از حمل و نقل یا بهتر بگیم ترانزیت، اگر هر کدام شما داوطلب باشین میتونین داشته باشین. آقای این اگر شما میشنید، حمل و نقل یک سکتور بسیار اساسی و مهم در تمام جهان است و در هر کشور خدمات لوجستیکی، بارچلانی، ترانسپورتی ستون فقرات اقتصاد کشورها را تشکیل می‌دهد. تمام خدمات تخلیه، بارگیری، گودامداری، حمل و نقل همگیش می‌آید زیر پوشش حمل و نقل و خدمات لوجستیکی. سپاسگزارم جناب آقای داوری. شما من هست کسی که در اتاق‌های تجارت هستین، میشه که بگیم در ارتباط با ترانزیت و حمل و نقل در افغانستان اهمیتش در چی هست؟ چی جایگاهی میتونه داشته باشه؟ با عرض سلام خدمت شما و بیننده عزیز، همونطوری که آقای این لطف کردن فرمودن، شما بهتر میفهمین که بارچلانی و ترانزیت و همچنان ترانسپورت با عنوان ستون فقرات در فعالیت‌های تجارتی و اقتصادی یک جامعه از جایگاه خاص خود برخوردار است که از اهمیت خاص داره. البته به عنوان ستون فقرات در فعالیت‌های تجارتی، همونطوری که ما گفتم، و این مستلزم طرح و موجودیت برنامه‌های مشخص از طرف یک کشوری که مثل افغانستان که بنابر موقعیت جغرافیاییش که البته محاط به خشکی است، اهمیت و جایگاه خود داره و این لازم است تا به این توجه خاص صورت بگیره، در این زمینه برنامه های داشته باشیم با توجه و با در نظر داشت عضویت افغانستان در کنوانسیونی هایی که همونطور که آقای آیین لطف کردن و گفتن، من جمله کنوانسیون تی آی آر یا تیر یا به عنوان دیگه ترانزیت انترنشنال رود که میگن، و در این قسمت باید توجه خاص باشه چون از اهمیت خاص برخوردار است. ولی متاسفانه اگر یک کم ما توضیح بتم، فعلا ما مشکلات داریم در این راستا و همونطوری که ایجاب میکنه، همونطوری که در تفاهم نامه ها ذکر شده و افغانستان عضویت بعضی کنوانسیون ها را داره، فعلا متاسفانه ما در شرایط قرار داریم که یا عملی نمیشه یا یک برنامه یا یک پالیسی خاصی در این مورد متاسفانه وجود نداره. البته بعضی مشکلات یا دقیقا که هستن، ولی ایجاب توجه بسیار زیاده میکنه. من از آقای ننگیاله قلاتوال، چون به خاطر که موضوع بحث در ارتباط با اینا هم هستن مربوط به وزارتشان، بیشتر مفهم بدانم که وزارت ترانسپورت و هوانوردی در نقل و انتقالات امکانات تجارتی یا لوازم تجارتی چی نقشی را داره در اینجا؟ خب سلام به شما، سلام به بیننده‌های محترم شما.
قسم که دوستا یادآور شدن، وزارت ترانسپورت و هوانوردی می کاملا نیک وزارت در مجموع ای پلان ساز است و در پالوی از ما نظارت میکنیم از ای کار کرده های چی در قسمت ترانسپورت زمینی است و چی در قسمت ترانسپورت هوایی است و همچنان در قسمت تنظیم ترانسپورت هوایی و ترانسپورت زمینی مکلفت های وزارت ترانسپورت و هوانوردی است که تا اندازه زیاد تا مربوط که تا جایی که کدام کارها مربوط وزارت ترانسپورت هوانوردی شده یا میشه تا جای زیاده را امو کارها را به موجهش که ایجاب میکنه وزارت ترانسپورت هوانوردی انجام دادن و انجام میده. خب شما چی ارتباط با مسائل وزارت تجارت؟ خب وزارت تجارت هم یک وزارت پالیسی ساز است، در حقیقت اتاقای تجارت و صنایع نظارت بر سکتورهای خصوصی داره و همچنین مسائل در ارتباط با خود مؤسسه افکو که آقای عباس این فعلا نمایندهش اینجا هستن، اصلا بر ما مشخصا بگیم در یک جمله کوتاه که وزارت ترانسپورت چی نقش داره در ارتباط با مسائل ترانزیتی و همچنین بارچلانی اینا میتونه داشته باشه. من پیشتر اشاره داشتم که در قسمت تنظیمشان، کنترلشان، آماده ساختن همین برنامه‌ها، این قسمی که ما دیروز هم یک برنامه‌ای داشتیم در قسمت تنظیم برنامه‌ها برشان وزارت ترانسپورت هوانوردی کمک میکنن. بعضی قراردادها هست که ببینید، بعضی قراردادها هست که مشترک با ارگان‌های دیگری، اتاقای تجارت، وزارت محترم تجارت، وزارت محترم فایدامه، وزارت محترم معادن، یک جا در حقیقت شما همونطور گفتیم پلان ساز هستند در ساحه. هم پلان می سازیم هم از کارکردها، خصوصا که تا جایی که مربوط به وزارت ترانسپورت هوانوردی میشن ما نظارت اجرا کننده هاش که از کسایی که مجری هستن پلان های شما را فرضاً مثلا که اگر کدام برنامه می باشه که در قسمتش که مربوط به وزارت ترانسپورت می باشن مجدی یا اجرا کنندهشان ما می باشیم، ولی اگر بعضی برنامه هستن که مربوط به ارگان های دیگر میشن، مربوط به وزارت های دیگر میشن، در قسمت اگر میشه ما هم سهم داریم، ولی تا جایی که مربوط به ما میشه ما هم نظارت میکنیم، تا جایی که کار مربوط به ما میشه در قسمتشون اجرا صورت میگیره. سپاسگزارم. ما از آقای آیین میخوایم در ارتباط با همونطور موضوعی که شما اشاره کردید، در ارتباط با روز گذشته که روز ملی ترانزیت و ترانسپورت بود، یک گرد همایی هم داشتن، احتمالا این قرارداد هم امضاشته، اگر میشه که یک مقدار توضیح بدین در ارتباط این موضوع چی بوده؟ شما گرچن خب ما بعد از وزارت ترانسپورت بود پرسان بکنم، اما شما عضوی و مجمع بودیم. به مقدمه تعریف حمل نقل کردم، ما اول مجددن سلام خدمت شما و مهمانان عزیز و بینندگان عزیز تلویزیون نگاه تقدیم میکنم و با استفاده از فرصت از این تریبیون 26 میزان روز ملی ترانزیت و ترانسپورت در افغانستان به همه مردم افغانستان بخصوص دستندرکاران عرصه ترانزیت، ترانسپورت و خدمات لوجستیکی تبریک و تهنیت عرض می کنم و همچنان به روح پاک آن عده درایوران و رانندگان عزیزی که در طول 10 سال جنگ که موجود است و ناامنی که در کشور ما وجود دارد جانهای شیرینشان از دست دادن درود و صلوات می فرستم. دیروز ما 26 میزان روز ملی ترانزیت و ترانسپورت در سالون هتل کانتیننتال کابل به حمایت وزارت ترانسپورت و هوانوردی تجلیل نمودیم. متاسفانه دولت ما و وزارت ترانسپورت ما 10 سال سکوت کردیم و منتظر ماندیم که شاید سازندگی یا تعامل مثبت بین دولت، حکومت و سکتور خصوصی به میان بیاید. ما تحمل کردیم همه چیزه که بالاخره اینمی افغانا هستیم، امی افغانستان است، ما رعیت هستیم و حکومت حکومت و دولت دولت. متاسفانه صبر ما، حوصله ما به سر رسید. ما دیروز ده روز مکمل زحمت کشیدیم با وزارت ترانسپورت یک جای تا که این روز گرامی داشت ازش به عمل بیایه. ما اینجا روزگانی صاحب اسناد دارم که دولت ایش خبر نداشت، امی حکومت موجود ما اطلاع نداشت. ما پیشنهاد کردیم، اینجا مشخصا نوشته شده در این پاراگراف، اتحادیه
شرکت های بارچلانی افغانستان روز ملی ترانزیت و ترانسپورت به شورای وزیران و ریاست جمهوری در سال 1386 پیشنهاد کردند که به اساس مصوبه شماره 33 21 حوت سال 86 از جانب کمیته اقتصادی شورای وزیران دولت جمهوری اسلامی افغانستان این روز منظور شد. چرا 26 میزان انتخاب شد؟